منزل آدمی سرای دنیاست، کارش همه جرم و کار حق لطف و عطاست. خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود، خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود. سالی که نکوست از بهارش پیداست. شیخ بهایی. شمس تبریزی میگوید زیره به کرمان بردن بسیار خطاست. به عبارتی ساده، خدا خودش پر خوبیه، پر خوشگلیه، پر مهربونیه، پر کار نیکه، پر گفتار نیکه، رفتار نیکه، کردار نیکه، معارف نیکه. و همین خاطر شمس تبریزی میگه این که در این دنیا کار خوب کنی بمیری ببری اون دنیا فوش رکی که به خدا. چرا؟ چون زیره داری به کرمون میبری. چیزی ببر اون دنیا که خدا باهاش حال کنه، نگه بچه پر روه، نگه من خودم اقیانوسی از عرفان و تصوفم، قطره ای از این برکش اینو برده و گذاشته در طبخ اخلاص. پس برای اینکه بریم اون دنیا و خدا از ما خوشش بیاد، چیزی که خودش تو شهرش پره به نام کار خوب که نباید برد، برو حالت کن. نیاز اونور احتیاجه. لحظه مرگت حتی اگر اون نکیره منکره به قول آخونده اومد، گفتن چی داری؟ بگو هیچ، جز کثافت و بدی و لجن و خیانت و هیچی ندارم، کار خوب نکردم، منتظرم او منو ببخشه. از آن روزی که ما رو آفریدی به غیر معصیت چیزی ندیدی. خداوند به حق هشتو یا هفتو چارت زما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. خوش آمدید به 198مین برنامه ریستارت در ایالات متحده مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی خراسان. Welcome my friend. دیوان سنایی. سپاس ستایش مبدعی راست. همیشه ما باید یاد بگیریم که هر وقت کتابی از عرفا میخوایم بخونیم یا کتابی از صوفیان میخوایم بخونیم و از بزرگان جهان هستی، ابتدا ببینیم که اولش با چی شروع میکن. نمبر وان. نمبر تو، به ترتیب چی رو میچینه بغل هم؟ این ساختمون سازیه.
اول طبقه در رو نمیزنن، بعد 19 رو بزنن، بعد 2 رو بزنن. فوندانسیون شعر عرفانیشو توش بفهم. سپس ببینیم که مخاطب این عارفه چیه. همین 3-4 تا رو بفهمیم، احتیاج نداره که اصلا رمزگشایی کنیم، آلردی میفهمیم یه حدودی از یه لایه با یه تفکری. دیوان صنایع مقدمه شروع شد. سپاس و ستایش مبدعی را، مبدعی را که سخن پاک و سخندان و سخنگوی را ابداع کرد. پس سپاس ستایش مبدعی را که سخن پاک، سخندان و سخنگوی را ابداع کرد و حمد و مدح مخترعی راست. مکتشفی؟ حمد و مدح مکتشفی؟ نه، حمد و مدح مخترعی راست که بر پرتو نور این دو شریف صورت و مایه را اختراع کرد. نگارگر وجود را و آن طبیعت کلی به واسطه این صور و مایه به جنبانید. نگارپذیر وجود را و آن جسم اعظم بود را در 3 بود طول، عرض و عمق جلوگر کرد و پس از سخندان کل و پس از سخندان کل علت دهر ساخت و از سخنگویان پاک علت زمان را. طول، عرض، ارتفاع، ثنایی، قرن 5 و 6، زمان را. بعد آن 7 پدر علوا را و 4 مادر سفلا را تنقیت کرد و پس به واسطه این 7 و 4 خداوند به حق 8 و 4 رد یا 7 و 4 رد ز ما بگذر شطور دیدی ندیدی. و پس به وسائط این 7 و 4 3 نو فرزند در زیر این گنبد خانه تربیت کرد، چون 100,000 عالم از آن اخص موالید را از خدر غیب و حجر امر به صحرا آورد. آن جوهر انسان بود. و پس از برای تقویت و تنقیت پیش بران نازنیان که در شیمه اول فکر آخر العمل بودن، 100,000 پرده آویخ میان ایشان و میان کلمه حق. پس دفتر لاوالی و قد خلق قوت باره برایشان خان تا میان جمال و نفخت فیه من روحی، نفخت و فیه من روحی و کمال روح من امرنا ها و جزی از حدوس ها و گلی از حروف بساخت و 4 مرتبه نفس را در 4 درگه تبایه باز داشت. اول نفس روینده و جوینده و سیوم گوینده و 4 شوینده و چی میفهم؟ متین پس ما باید یه آدمی رو پیدا کنیم که اساری تفکرات عرفا رو، صوفیان رو بچرونه. پس اول خوش بفهمه، بعد بچرونه تو دهن تو. از صبح تا شب بخونه اینو 5,000,000 بار نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون تا ریستارتا رو از اول گوش نکنی، نیای تو مرز مولوی، بعد نری تو مرز صنایع، هیچ وقت تا رو نمیفهمی. به ترتیبه کل پیدایش جهان هستی رو تا
الان که در خدمت شما هستم در همین چند خط گفت. علمی. و کلماتش پشتش فوتونی بود که غیر قابل فکره. اختراع کرد. حمد و مدح مخترع راست. نه مکتشفی. مخترع. نه مکتشف. همه دارن تلاش میکنن خدا رو کشف کنه. میگه مختره آجی، آجی اون بالا مختره، مختره اصلا کلا منظورش حاجیه. با یک جمله برنامه را آغاز میکنم. محمد ابن عبدالله یا ایلیا ابن عمران ازش سوال کردن که قربان اول جهان هستی چی بود؟ گفت آدم و حوا. گفتن نه، قبل از آدم و حوا چی بود؟ گفت آدم و حوا. گفتن قبل آدم و حوا، گفت آدم و حوا. قربان گفت اگر تا 5 میلیارد سال دیگه از من سوال کنی جواب همین آدم و حوا. پس ایلیا ابن عمران اینجا نگفت آدم و حوا و خدا، میگه همه چیز پیدا شد از آدم و حوا. آدم مخترع ها؟ اینا سواله که در ریستارت ما خودمون سوال میکنیم. همه مردم رو دانشمند میدونیم و فرهیخته و بزرگ، خود را یک نادانی که سوالی را میپرسیم و از خود سوال میکنیم و به خود جواب میدیم. ما ریستارتی ها و هر کس که از این در درایت میتواند نانش دهیم، از ایمانش هم نمیپرسیم، زیرا آن کس که به جان ارزد، آف کورس که به نان در درگاه ریستارت ارزد و میتواند اینجا یاد بگیرد. ما دیده به گریبان خیش کردیم که باید بیاریم بالا حالا حرف بزنیم راجعش و این سخت. پس صنایعی در اینجا به صورت واضح جهان هستی رو توضیح میده که من حالا به صورت ساده تر ببینیم که عرفا چی میگن و از کجا درست شده. میریم به برنامه 90 تا قبل، 80 90 100 تا قبل. در یه برنامه توضیح دادم که هنگامی که اسپرم وارد شکم مادر میشود، وارد رحم میشود، در رحم که می رود این 100-200 هزار حالا هر چیزی میره، یکی از این اسپرم ها وارد آول یا اول میشه. اسمش هم حالا من پزشکیه، میتونم واقعا برم نگاه کنم بخونم آول یا اوله، ولی این نشون میده که من سواد پزشکی ندارم دیگه. خودشناسی خداشناسی. اگه خودشناسی خداشناسی بود که جراحای زنان و مردان الان باید خداشناس بجنگه. جراح مغز دیگه الان باید عاقل بشه، عقل کل بشه. کدوم خودشناسی؟ خودشناسی یا خودشناسی؟ پس هنگامی که اسپرم وارد اووله یا آوله میشه، لحظه ای که اینها به هم میرسن یک انفجاری تولید میشه. در برنامه های قبل گفتم که اسم اونو گذاشتم بیگ بنگ. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که مردم جهان دانشمندا بشینن فکر کنن، اختراع کنن، اکتشاف کنن، برن بالا برن بالا برن بالا، اینطوری میذارن تو دماغ و صورت آتئیستا. چون دیگه الان آتئیستا پررو نیستن. میبینید که قدیم این آتئیستا خیلی حرف مفت میزدن، الان دیگه نیستن. این همین آتئیستا بی خدایان میگفتن که جهان قدیمه. بیگ بنگ گفت جهان قدیم نیست، یه جا بیگ بنگ شد. علم میگه بیگ بنگ یه جا شروع شده، پس قدیم نیست، یه جایی شروع شده. پس دانشمندان شما، نه عرفای ما، دانشمندان شما هر چی کشف کنم برم بالا، برم 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 برم، میخوام برسم به نوک
قله به نام بیگ بنگ. حالا فرض کنید که جهان هستی من و تویم و همین دنیایی که داریم با هم حرف میزنیم، حالا ببینیم پشت این دنیا چه خبره. پس بیگ بنگ از نظر برنامه ریستارت زمانی است که اسپرم و اول با هم گره میخورن. عشق آمدنی بود نه آموختنی، یک انفجار تولید میشه و تقسیمات میوز و میتوز آغاز میشه و هر سلول باهوش میدونه بره کجا وایسه، میدونه این 300 هزار تا میرن ناخون میشن، اون 500 هزار تا میرن ناخون پا میشن، اون 800 هزار تا میرن قرنیه چشم، هیچ کدوم از این 800 هزار تا نمیرن تو ناخون پا، جاشونو بلدن. پس معلومه زمانی که بیگ بنگ جهانی اتفاق افتاده، این خورشید و ماه و کهکشان ها و سیاه چاله ها جاشونو بلد بود، یه تقسیمات میتوز و میوز تولید شد و این همینطور رفتن هی باز شدن و این جهان هستی تولید شد. پس ما بعد از بیگ بنگ توی شکم مادر که اتفاق میفته، قبلش چیه؟ قبلش مادره. یعنی اگه دانشمندان همه تو هیکلی باشیم که نمیدونیم چیه، بعد میفهمیم این مادره، دانشمندیم دیگه، پیشرفت کردیم، رسیدیم به یه جایی، بهش میگیم بیگ بنگ. بعد که وارد بیگ بنگ میشیم چند تا چیز متوجه میشیم، یعنی بیگ بنگی که در رحم مادر اتفاق میفته، فکر کن اینقدر پیشرفت کردیم تا اونجا رو فهمیدیم. خب حالا میخوام بریم قبلش، بیگ بنگ کجا اتفاق افتاده؟ تو مادر. پس این دختره که در شکم مادره، حواه، در شکم یک موجودیه به نام حواه دیگه. پس بیگ بنگ آخرش نیست، قبل بیگ بنگ رحم بوده، قبل بیگ بنگ یه اسپرم دیگه بوده، یه جای دیگه به نام حضرت آدم که دمیده توش، نفخت فی روحی که داشتم میخوندم اینو دارد این توضیح میده، یعنی آدم یعنی مرد، نفخت فی من روحی inside a woman and coming sperm رسیده به کی؟ به اون انفجار شروع شد. پس قبل از این بیگ بنگ میخوام ببینیم که میرسیم دانشمندا به بیگ بنگ بعدش چی میبینن، میخوام اونو ببینیم دیگه. بعد این بیگ بنگ، قبل بیگ بنگ در شکم مادر چی بوده؟ یه مادر به نام حوا، یه پدر به نام آدم، بچه در اونجا بیگ بنگ تولید میشه، میوز متوز و این میشه که الان روبروت نشسته و یا توی میشه که داری گوش میکنی. پس قبل بیگ بنگ چی بوده؟ مادره بوده، رحم مادره بوده. دیگه چی بوده؟ پدره بوده، اسپرم پدره بوده. دیگه چی بوده؟ جهانی بوده که توش غذا باید بخوره، اسپرم که الکی تولید نمیشه. پس پدره یه چیزی باید میخورده، پس باید زمین باشه، کشاورزی باشه، گندم باشه، گوشت باشه. مادره چی؟ مادره چیزی میخورده که از سینش تو خارج بشه برای مسائل، پس اینم یه چیزی میخورده. خب اینا وقتی میخوان یه چیزی بخورن کجا باید میخوردن؟ باید یه جایی باید بشه که آفتاب بشه، باد باشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشه تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری که اسپرم شه. به همین سادگیه. وقتی که میرسی به بیگ بنگ، تازه میفهمی که بیگ بنگی که بهش رسیدی نقطه کوچکی در یک هیکلیه به نام حوا. کوچیک بیگ بنگ شما، کوچیک در یک حوایی است که حوا در جهانی است که این همه کهکشان اینا و اینا، و آخر اون بیگ بنگ میرسی، بیگ بنگ دوم میری تاش میبینی بیگ بنگ دومم نقطه است در مادری و پدری. در بیگ بنگ سوم دوباره میری و میری و میری و میرسی به جایی که میبینی مادری و پدری.
و در برنامه‌های قبلم توضیح دادم که طول و عرض و ارتفاع اگر سه بوده، زمان بود نیست. زمان اینساید جناب آقای طول و عرض، هم تو طول هم تو عرض هم تو ارتفاع هم تو روحت. میگن زمان، زمان همیشه هست. پس جهان بعد از فهمیدن بیگ بنگ دانشمندان شما تمام نمیشه. اون پشت بیلیارد ها کهکشان و جهان دیگری است که باید به اون برسیم. و همین خاطر کارهای عرفا یا این جمله جناب آقای بهایی، عرضم حضور شما که همه چیز رو توضیح میده، که تا منزل آدمی سرای دنیاست، یه خونهی به نام دنیاست، کارش همه جرم و کار حق لطف و عطاست، خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود، سالی که نکوست از بهارش پیداست. پس آتئیست ها رفتن رو هوا، بی خدا ها رفتن رو هوا. در برنامه های علمی و عرفانی رو هوا. رو آتئیست ها میگن ما تا چیزی نبینیم قبول نمی کنیم. خب من الان پزشک، من آتئیست، پزشک آتئیست، یارو میگه سلام آقا حسین، میگم سلام عزیزم، بفهمید جونم، میگه سرم درد میکنه، چاقم شام رو گم شه بیرون، کثافت، کوس کو درد، من تو چیزی نبینم قبول نمیکنم آتئیستم، آقا من اینجام درد میکنه، یه چاقو توش کم، یک شما من اینجام درد میکنه، یه چاقو توش کم، کثافت، کو درد کجاست؟ من تو نبینم که نمیدونم دعوا کنم گه. پس یک پزشک آتئیست باید درد رو اول نشون بده علمی، بعد دواش کنه. و همینطوری عشق، کو عشق، کو محبت، چرا نمیفهمیم از این چیزا هیچی؟ زیرا و ازیرا که اینها در عالم ملکوته و نه اندرون عالم ملک، و چون رابطی بین این عالم ملک و ملکوت وجود داره، یعنی پی و اعصابی اینجا وجود داره، سیخ که به چشم می رود مغز فرمان می دهد او مای گاد درد بموه، یعنی درد اومد. پس یک رابطی بین دنیای ملک و دنیای ملکوت در اینجا وجود داره. پس دوباره شعر سعدی رو می کنیم، خور و خواب و خشم و شهوت، طول و عرض و ارتفاع و زمان. پس بعد چهارم تو شعر سعدی، بعد چهارم منظور زمانه، شهوت یعنی زمان، آف کورس، چون تو خواب شهوت هست، خور و تو خورم شهوت هست، خور و خواب و خشم، تو خشمم شهوت هست، فقط تو شهوت شهوت نیست. پس ما بودی به نام شهوت نداریم، در صورتی که تمام مشکلات ما سر شهوته. این که این ادیان میگن کار بد نکنه دختر پسر آفرن دینگلو همه رو قطع کنیم، که نمیتونیم همه دینگلوها رو قطع کنیم، که چرا؟ چون خود شهوت انقدر سوددهی داره که این بچه به دنیا میاد، نمیتونیم به خاطر خلقت بیایم حالا 400 هزار تا رو 7 میلیارد بگیریم که آقا ببخشید شما شهوت، وای چه شهوت. پس شهوت بود زمانه. میخوام بگم شعر سعدی در بعد از این که من میرسم به فضای سنایی، شعر عوض میشه، یعنی تازه میریم تو ابعاد سعدی، ببینیم ابعاد سعدی چه ربطی به ابعاد مولوی داره. پس شهوت هیچ ربطی به خور نداره، ولی تو خوره، شهوت خوراک، شهوت ریحون، شهوت بستنی، شهوت تو خواب، شهوت بخواب، شهوت بخوابون، همه چی توشه. تو خشمه، چرا خشم شهوت داری؟ ولی اینکه عصبانی، منیت، فکر، دیدگاه ذهنیته، فکر میکنی مهمه. عصبانیت خودش مفهومی که یه دفعه تو برنامه بهتون گفتم، قدیما تو فیلم های مسیحی نگاه میکردی، تو ارتودکس هم اینطوری، هم الان هست، همین الان هم، که میگفتن خون، تزریق خون از کسی به کسی دیگه حرامه، نمیذاشن بچهشون میمردن، نمیذاشن بهشون خون بدیم. نه اینکه هر کسی خون بده سر تراشد و کلاه کج نهاد قلندری دارد، نه اینکه هر خونی بده، اما اگر خونی از دختری یا پسری که خشمگینن، زود عصبانی میشن، این خونشون رو
تزریق کنی به یک بچه کودک میمیره بچه، هزاران بیرمامی بهش منتقل میشه. اینقدر خشم مهمه، رتبه سه، عمق، ارتفاع. پس آیا آقای حسینی تزریق خون از این به اون حرامه؟ بله. خب اگه یارو بمیره چی؟ خب حلاله دیگه. آیا خوردن تمساح مرده حرامه؟ بله. اگه تو بیابون گشنه باشیم دیگه هیچی پیدا نکنیم، خودتو بشور ببر بخور. حلاله. ما تو تلویزیون ایران بودیم، یارو اومده بود که واسه تزریق خون با من بحث میکرد. گفتم آجی شما چرا مردم دروغ میگین؟ این که کسی خون میده خوب نیست براش. کسی باید خون بده که واقعا بهش بفهمونی که تو داری کار خوب میکنی. ولی چون شما 7 میلیارد جمعیت وجود داره، مثلا 7-5 تا 35 تا مثلا میلیارد لیتر وجود داره، تعدادش میزنش کمه، اگر کسی خون نده باید بخری، $1,000,000 باید خون بخری. برای همین مردم خر میکنه، خون میدی چقدر خوبه خون. چرا دروغ میگی؟ مگه حجامتی که شما بزنی پشت گوشتو توی دو فصل در 15 روز بهار و پاییز کثافت‌های خون رسوب میکنه از نظر علمی، اونجا رو خونای کثیف رو برزی برون، خون دادن خوب نیست. گفتم خدا اینا رو نگید رو آنتن. گفتم نمیگم، ولی با من بحث میکنی حداقل من بفهم شما چی میگی. کی گفته خون بدی خوبه؟ حالا این که خون دادن که هرج نیست که داره میمیره باید خون بدی که منطقیه، ولی این که تو داری خون میدی به چه دلیل و اون چرا خون میگیره به چه دلیل و دانش بشریت هنوز به ملکوت نرسیده که دکترا بردارن یه دونه خونو میزنن تو سیستمش چک کنن میگن ایشون خشمشون 94ه، ایشون شهوتشون 26ه، ایشون دروغگوییشون 73، ایشون بی خداییشون 75، متعصب دینی احمق بسیجیشون 820. اصلا من میخوام خون بدم به اون، باید تمام اینا رو بزنیم. 25 میلیون کد باید تو کامپیوتر ببینیم. بعد به من میگه آقا ایشون اگه خونشو وصل کنیم به شما میری رو هوا. میخوای؟ میگم نه. میگه این خون $4، این خون $45,000، اون یکی خونه فلان. میخوای خون مکارم $3 یا خون یه آدم $2 هم داریم که مرده، صافی گلپایگانی، چند دلاری میخوای؟ اینا یه جوری راجع به خون حرف میزن که خونه بگی خونه بده، بکن تو اون خون و خون از اون عادیه. خونه، خون تنها چیزی که من در شکم مادرم خوردم، خون مادرم خوردم، خونخوار بودم، بعدش آدم شدم، تو شکم مادر آب اومد و رفتم اون تو و بد شدم ماهی و این مراحل رو طی کردم. همینطور خون میدی، همینطور خون میگیری. نتیجه اینی که اینها یک نوع نگرشه، اینی که ما سواد دانشمندامون در جهان بخواستم بگم که به یه خون ساده که شما دارین به همدیگه میدید نرسیده، چه برسی بیان راجب کهکشان حرف بزنن، چه برسی این بزغاله ها بیان بشن راجب صنایع حرف بزنن. چی میفهمی از صنایع؟ هیچ. در برنامه قبل توضیح دادم که احمد غزالی و محمد غزالی سر مسجد سر نماز، احمد غزالی که رفت پشت داداشش نماز بخونه، نماز ولی کرد رفت، گفت چرا این کار کردی؟ گفت برای این که عرضم حضور شما که من تا وقتی که امام داشتم جلوم که اقتدا کرده بودم نمازم خوندم، ولی روز لحظه ای که تو رکوع تو رکعت دوم دلا شدی رفتی از سر تو اسب تو آب بدی، من رفتم دیگه، چون امام نداشتم دیگه. گفت به راستی که الحق و الانصاف، داداشم داره راست میگه، من دیده. حالا اینکه شما تو نماز، مادر من، خواهر من میره توی نماز جمعه با سنا هوا سرا رو سجده، من اعتراض نمی کنم، برای اینکه یه مش گاو سرا پایین و با سنا هوا، نه نمازه رو میدونن چیه، نه سجده رو میدونن چیه، و نه میفهمن اصلا یعنی چی.
اما برای اینکه توی مسلمون بفهمی پس زبان کودکی باید گشاد، برای اینکه من بتونم انجیل رو توضیح بدم به مسیحا پس زبان کودکی باید گشاد. به این یهودی های چیزی رو بفهمونم یا اون شاسکول های موبدان زرتشتی به زبان کودکی باید گشاد. خوشگلم که میری نماز میخونی. در نماز میگن اتصال. اتصال میدونی یعنی چی؟ نه، شنیدی اتصال رو ولی نمیدونی اتصال یعنی چی. این اتصال رو برای توضیح بده. ما یک ادبیاتی در عرفان داریم به نام راهقین باز کن. راهقین باز میکردن، یه عده‌ای بودن راهقین باز میکرد. یکی از اونایی که معروفترین آدمی که راهقین باز میکرد، خب اول راهقین یعنی چی؟ راهقین باز کن یعنی این که انگوششو میکرد تو باسن یارو، این یکی راهقین باز میکرد. یکی از کسانی که راهقین باز میکرد علی ابن ابی طالب شما یعنی ایلی ابن عمران ما بود. ایشون سر نماز جماعت محمد ابن عبدالله هیچ وقت پشت سر محمد وای نمیستد، پشت سرشون آدم های پیر مردی ها وای میستد، این همیشه جای جای وای میستد. و یکی از کارهایی که ما ایلیا ابن عمران میکرد این بود که نفر روبرویی میرفت رو سجده، بعضی مواقع انگشتش میکرد تو باسن یارو، یارو میگه آی الله اکبر. یواش های تو شهر تو این اصحاب محمد ابن عبدالله میپیچید دیگه، بود آقا این آقای علی ابن ابی طالب این فامیلتون هر جا میره همیشه هم جاش عوض میکنه، بعد هر کی تو سجده بری انگوش میکنه اون تو، آقا خیلی کار بدیه. یا رسول الله، یا محمد، شما از طرف خدا این کیست؟ این کیستی؟ محمد گفت این یوسف ثانی استی. گفت یعنی چی؟ گفت میفهمی. تا یکی از اصحاب معروف محمد تو صف سه وایساده بود، ایلیا ابن عمران پشت سرش بود، تو رکوع انگشت تو باسنش. آره گفت آی، بلند گفت، بقیه شنیدن، دو سه نفر دیدی برگشتن و لو رفت. رفتم به محمد دیگه مسلمان بود، آقا این به خیلی بده، ما نمیدونیم نماز یا یکی با ما یک کاری همه داره یک کاری با ما، ما اصلا ترسیدیم، ما سر نماز جماعت نمیدونیم کجا وایسیم، حالا میخوایم وایسیم اقتدا کنیم، اول پشت نمیگه آیا ایلیا ابن عمران هست یا نه، وگرنه اگه باشه کاری میکنه. محمد گفت ایلیا ابن عمران یه مشکلی داره. گفت چیه؟ گفت میبینه. اگر شما سر نماز به فکر ننت بیفتی انگشتره میکنه. بعد اومدم پیش ایلیا ابن عمران، همون اصحاب همون صحابه، گفت شما برای چی این کارو میکنی یا ایلیا؟ گفت برای اینکه شما به دختر همسایه تو رکعت سوم چی کار داری؟ گفت ببین پسر خوب، من اینجا اقتدا کردم، محمد جلو وایساده اتصاله، بعد شمایی، بعد این آقا هست که بعد یکی دیگه است، بعد شمایی، بعد من پشت سر شما. اتصال، اتصال یعنی چی؟ یعنی ما با هم وصلیم. گفت بله. گفت من هم به خدا حواسم نیست، من وسط نمازم مثلا میگم ربنا آتنا، میبینم خدا نیست، تو میبینم خدا نیست، میفهم اتصال شما قطع کردی با جلوی. مثل اینکه یه طناب اینجا آویزون شده، 50 نفر این پایینن و تو داریم تناب رو قطع میکنی، یا این تناب پایین قطع، ما همین میفتیم، این کافی نیست، باید با مشت بزنم تو دماغت، این داری قطع میکنی اتصالو، من روبروم خدا، این تیم کنم خدا نیست، میگم خدا نیست کجا، میبینم تو هیکل شماست. جالب واقعا، شما به موضوع توجه کنی خیلی جالب. یک نفر با تناب آویزونن از یک کوه، بعد این آقا داره تناب پایین رو پاره میکنه، بقیه دارن میفتن میمیرن، بعد ببینید چقدر آدم گستاخ و پررویی، تازه میاد میگه چرا با من این کاره میکنی، چرا من تناب دارم پاره میکنم فوش میدی. جا
چرا فوش میدی؟ یارو دو طلب باره بکنه مردم دارن میمیرن پایین. حالا توی نماز جمعه شما مسلمونا که میرین، خدا رو شکر از اون نفر اول تا اون نفر آخر هیچ کدوم متصل نیستن، منفصلن، اشکال نداره. اما اگر در بین این آدم ها که کورن یه بینا باشه، موضوع رو که ببینه باید تربیتت کنه، باید تنبیهت کنه، بعد داد میزنه، کورا همه اینجور نگاهش میکنه. و همین هم بود زمانی که میخواست رئیس جمهور انتخاب کنن، گفتن ایلیا ابن امام خیلی شوخی میکنه. منظورش این بود دیگه، کارهای بد میکنه، شوخیهای خیلی بد میکنه، خیلی آقا شوخیهای خیلی بد. این اصلا شأن و شخصیت یک سلطان این است که سیخ میایستد. هموطنان من، شوخی نمیکنه. یکی از دلایلی که رئیس جمهور انتخابش نکردن همین شوخیه بود، که در سیاست، در اپوزیسیون ریاست، من همین این بازی رو دارم میکنم دیگه. تلویزیون ایران که بودن همه مجری ها سیخ بودن، همین بود، بودن هر که ریش دارد و سیخ است و دکمه بسته است و میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این مؤدب است، این از مجری، این از فرهیخته. من چیکار کردم؟ من سبک اجرای تلویزیون ایران رو عوض کردم. فهمیدم میشه جلو دور اینجوری کرد، اونجوری کرد. بعد از مسابقه بزرگ سبک اجرای ایران عوض شد. همین کارو داره سیاست داره میکنه، با فوش دادن، با شوخی کردن، با حرکت های اینطوری. قبح این سیاست مدارهایی که کثیفاً باید ریخته شه. امامزادگان و همانند سیاست مدارا که فکر میکنن هر کی سیاست مداره سکوت میکنه، بادیگارد رد میشه، درها رو اینجوری وا میکنن، بعد اینجوری حرف میزنن. پس همون کاری که تلویزیون ایران دارم میکنم، دارم تو اپوزیسیون رو استارت میکنم تا مردم یاد بگیرن که باسنا هوا سرها رو پای این شیخ و شاه ها و این لیدرهای سیاسی و این اپوزیسیونک و اون اپوزیسیونک نباشه. یاد بگیرن یک لیدر و یک رئیس جمهور به کسی میگن که حرف بزنه و بعد بگه که میخواد چیکار کنه و بعد راجع به سکولاریسم 10 ساعت حرف بزنه و مردم از رو حرفاش بفهمن که این با شعوره یا نه. نه مثل جمهوری اسلامی که سرانش حکی که بی سواد بودن دیگه حرف نمیزدن. همین گفتم واو چقدر فریخته است. دهنش وا میکرد، کثافت میزد بیرون. همینم داخل کشور. و این کار ایلیا ابن عمران ادامه پیدا کرد. چشش میدید ناراحت میشه دیگه، میگه آقا ما لا خداییم. کسی که میخ میکردن تو پاش میکشیدن، میگفتن به قول خود اینا تو نماز عرضم از شما که نمیفهمی، وسط خودش حال میکرد با خدا رو میبینه داره حرف بزنه، بقیه که نمیبینن. چون ایلیا ابن عمران میگه من همی هر در هر چی که میگرم قبلش خدا رو میبینم، تو اون خدا رو میبینم، بعدش خدا رو میبینم. فکر کنید تو وسط خداست، بعد یه هم مثلا اتصال رو قطع کرده، جلوی تناب رو قطع کرده، با گاد داره حرف بزنه. سلام قربان، بقیه که این گاون دیدیم که سلام قربان حالا شما خوب، تصویر میره، تلویزیون قطع میشه، ماهواره قطع میشه. بگه های بچه پاتو بردار، سیخ میگه چرا توهین میکنی به من، مثل دیندارا، مثل بیدینا. و بعد شوخی ادامه پیدا کرد. یه دفعه هم توی صف وایساده بود، تو رکوع رو شکست، همه تو رکوع بودن، رفت انگشترشو داد به اون گدایه که شعرشو میگن دهدت کرم گدارا. دیگه اینجا رفتن مستقیم به محمد بن عبدالله، گفتن آقا واقعا دیگه شورش در آورد، میشه بگید این فرادا نماز بخونه؟ یا با یارو داره ور میره، یا این تیکه ها رو میندازه، یا داره شوخی میکنه. بعد وسط نماز قربان 8 نفر 7 نفر وایسین تو تا تا رفت میگه، که بعد میگه یه آیه نازل شد برای محمد، جبریل که همون موجودی که اکی میاد از گاد، از هو نه از الله، یعنی صوفیسم، یعنی صوفیسم، به محمد ابن عبدالله که صوفی بود بهش گفت این آیه رو بخون. گفت کدوم آیه؟ گفت اونی که انگشتر رو توی رکوع میده فقط آدم خوبیه. بقیه مرخصن. مشکل با شما اینه،
تنابی شما وصل نیستین، تناب قطع شده است توی دین، تو بیدینی تناب قطعه، هیچکی وصل نیست. هموطن هی هم میری پیش این آخون داره میبره تنابو، هی هم میری پیش اون داره میبره و تو نمیتونی بفهمی، چون چشمت باز نیست که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. اگه ببینی که اعتراض میکنی. با دو خط از جناب آقای عطار این مطلب رو وسط توضیح میدم. عطار چی میگه؟ هر که خواهد تا سلامت ماند از او، از جمیع خلق رو گرداند او. مردمان را سر به سر در خواب دان 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 بدان. میشه بدانم؟ بدان دستوره. هر که خواهد تا سلامت ماندو، از جمیع خلق رو گرداندو. مردمان را سر به سر در خواب دان، گشت بیدار آن که او رفت از جهان. فقط کسا آدم ها سر مرگ چشمشون رو وا میکنن، میگن او مای گاد، او مای گاد. و همین خاطر یه عده‌ای بعد از این که ایلیا ابن عمران میدید و این کارا رو میکرد، یواش یواش متوجه شدن که گاد دیدنیه. خیلی ها رو توی این مسیر نجات داد، راهقینشون رو باز کرد، یعنی کاری باهاشون کرد، کار کفری باهاشون کرد که به دین برگشت، یعنی لا الهی توضیح داد که الله رو بفهمن. بعد فهمیدن که آقا بعضی این توی یه چیزایی میبینن، تازه اول اسلامشون بود دیگه، نمیدونستن که. و خیلی ها اینطوری نجات پیدا کردن، یعنی تم گفتن او مای گاد درست میگه. ما تو دلش میگفتیم، میگفت درست، این کاری که با من کرد، من اون موقع حواسم اونجا بود. و همین خاطر این اصطلاح در عرفانمون که آقا بعضی ها رو که کسی دوست داره میخواد نجاتش بده، راقینش رو باز میکنه، یعنی یه کاری باهاش میکنه که اون هوشیار بشه و بفهمه، نه اینکه با هر کسی این کارو بکنه. و بعضی هم تو عرفان اینطوری نشدن، مثل سلمان و ابوذر، هر دو صوفی، اما سلمان به دستور محمد ابن عبدالله راهقین ابوذر رو باز نکرد. برای همین میگن چیزی که در دل سلمانه اگر ابوذر میفهمی او قتله او کفره، یعنی یا میکشش و یا عرضم شما که میگفت این کافره. میگم بعضی ها همینطوری بوده، یعنی مثل ابوذر راقینش باز نشد، به زهد مرد. و کفره تعریف داره در عرفان و تصوف. کفره هر کسی که میگن کافره، یعنی حتما یه دینی داره. مثل کافر یعنی یه دینی داره. آقا اصلا تو حالا فکر میکنیم که کافر یعنی که دینی نداره، این احمقن اینایی که اینو میگن. ببین ایلیا ابن عمران تو جنگ روبرو نماز بخون، روبرو دشمنش نماز بخون، روزه خم، زکات از اون می جنگ. تاریخ و حکومت ها گفتن کفار، درسته دیگه اینجوری نمازش نماز میخونده، محمد قبول داشته، دینش چی بود؟ اسلام. پس کافری به دین اسلام بود. کسی که مسیح و کش کی بود؟ کافری به دین یهود. اصلا هر کسی رو میگیم کافر یعنی حتما یه دینی داره، یادت باشه. یعنی کفره یعنی یه چیز افتاده رو پوش، یه پوشش، یه پرده رو سرشه، ولی دین داره، یه کسیه. خیلی هم اشتباه میکنن که فکر میکنن کافر یعنی بیدین. خیر، کافر یعنی دیندار، یعنی یک متعصبین دین، یعنی کثافت هایی که میکشن به نام دین، ایشون کفره. پس با اصحابی که میبینن نباید شوخی کنن. اصحاب یا آدمایی که ببینن یارو شهید چیز خره، نباید بگی شهیده. با اونایی که میبینن اصلا نباید شوخی کنی. میبینه، میبینه داری تناب پاره میکنی. اتصال یعنی تناب پاره کنی، همه بقیه میفتن پایین، نمازشون باطله.
نه از اتصال میفهمی چیه؟ از صبح تا شب دو رکعت نماز میخونی 970 دفعه روتین بر اون بره. چرا؟ چون بدون اجازه است. کلاشی یعنی چی؟ کلاشی سه تا مفهوم داره. هر کسی بدون اجازه حرف بزنه، هر کسی میگه من باید تخصصی و اجازه. آقا این تخصص رو زنده ما نمیفهم آقا حسین، آف کورس که نمیفهم. تخصص یعنی این که یارو میکانیکه، یارو پزشکه، یارو آخونده. حوزه علمی قوم یعنی این که ما آخونده میریم اونجا تخصص یاد میگیریم. میگیم شما آقای پاپ از طرف خدایی؟ میگه نه. میگیم شما چی؟ میگه من متخصصم، کلاس عرفانی با میکنم. نه اجازه داره نه تخصص. اصلا تخصص نباید داشته باشه. در تنها مکانی که تخصص لازم نیست عرفان و تصوف. این همه کتاب موسی رو خوندیم، رفته پیش خضر، سکوت، موسی سوال، خضر میگه آقا سوال نکن. میگه اگه سوال نکنم چیزی بفهمم؟ میگه اینجا کلاس عرفانیه که شما بشینیم. میگم نه آقا حرف نزن آقا. میریم سراغ محمد بی سواد امی قار هرا مفت. یا محمد میلردیم تو قش میکنیم مفت. نه کلاس رفته نه. پس هر کس به شما گفتش که برای رسیدن به عرفان خدا تخصص لازمه، اینطوری بذارید دهنش. تخصص یعنی همین آخون. مشکلات ما با شما مردم همینه که یارو مقلد آخون بوده، حالا دیگه پیشرفت کردیم، انقلاب ما طوری شده است که فهمیدیم ما نباید مقلد آخون باشیم، حالا میره سر کلاس عرفانی یارو. کروات داره دیگه. اون چیه؟ متخصصه؟ بله. متخصص نمیخواد تو عرفان. عشق آمدنی بود نه آموختنی. اون کیه رو؟ اون کیه داری میری پیشش؟ نمیدونم چند دقیقه گذشته ولی چون رسید به اینجا توضیح بدم. چون بعضی از ریسارتی همین سوال رو کردم، گفتم آقا شما میگی کلاس عرفانی وجود داره؟ میگم بله. و ادیان همه دارن دروغ میگن؟ میگم بله. و میگین بیدینی به قول صنایعی همون کفر و دین یکسان شمر؟ میگم بله. بیدینا همه عفو همه کلاش. میگه خب پس چرا وحدت وجودی ها دفاع میکنی؟ چرا ادیان نابود نمیشن؟ اینقدر عرفان تصور قدرتمنده که برنامه اینجوری میره میتونه مردم و ذهنشون رو باز کنه، خب چرا این مسلمان هنوز هستن؟ دلیلش توضیح بدم راجع به ادیان و وحدت وجودی ها. ببین ادیان 1400 سال پیش یکی از مهره های تسبیح، پس تسبیح از قدیمه، یکی از این مهره های تسبیح رو برداشتن به نام محمد و اینو پروموت کردن دیگه. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد سینه محمد پول خورنه. گفتیم قبلیش چیه؟ قبلی مهمه کنه، بعدیش چیه؟ بعدی هم مهمه. یا محمد. یه مشکلی داریم که اسلام مونده که این معبدان زرتشتی و دیگر ادیان بدونن که تا وقتی که تصوف عرفان هست اسلام از ایران نمیره، همینطور که مسیحیت نمیره. این همه مگه مسیحی ها رو نکشتیم؟ آخرش چی شده؟ اون 4-5 میلیون مسیحی هن. مسیحی یعنی طریقت، یعنی عرفان. مسیحی که علکی نیومده حرف بزنه که. و همین خاطر مسیحیت هم هست از بین نمیره. اینو بدونید که موبدان زرتشتی هیچ بر نمیگردن به 1600 سال قبل. اسلام همیشه هست. تا تصوف هست و تا عرفان هست، به قول شهید چیز خر احمد کسروی، شهید چیز خر احمد کسروی منطقیه که با ما دشمن و کسرویون منطقیه با ما دشمنه. برای که هی میخوام برگردونم پول بخورم نمیتونم این کارو کنم. پس ادیان مشکلشون چیه؟ ادیان مشکلشون اینه که همین الان در شیعه 2-3-4-5 از این روحانیت شیعه وصلن به صوفیسم. پس دین اسلام، هر دینی تا چند نفر چند تا تناب وصل به صوفیسم از بین نمیره، نمیشه نابودش کرد. چرا؟ چون این 3-4 که وصلن، 5-6 که وصلن در اسلام به صوفیسم، اینها آدم های بزرگی هن و قابل احترام هن.
در مسیحیت هم همینجوریه، یعنی شاخه های در مسیحیت وجود داره و گروه های در مسیحیت وجود داره که مستقیما به صوفیسم وصلن، پس هیچ جا مسیحیت نمیتونه از بین بره. پس این قضیه دین، دین هیچ جا از بین نمیره. درسته بچه های خیلی خوبی نیستن برای تصوف و عرفان، اما به احترام اون 4-5 نفری که توی دین اسلامن، تو دین مسیحیتن، تو دین 300 40 1 3 5 7 40 300، به احترام اینا که بیشتر این آدمای وصل به دین تو این 300 تنن، 300 تن آدم مهمی هن، حافظ تو 300 تن نیست، میفهمی؟ حافظ تو 300 تن نیست، حافظ این همه به این بزرگیه. پس ببینه چه آدم بزرگی هن. اونجا وصلن که اون آخونده رو بین میدن رو هوا، دیوونه میشه میره تو عرفان، میشه مولوی، میشه شیخ بهایی. چجوری شیخ بهایی که آخون بوده شده شیخ بهایی که اینجوری حرف میزنه؟ علم رسمی سر به سر فیض کاشانی و دیگران قیل از سقال، چون اینا آدم های بزرگی توشون هستن که اینا رو تکون میدن. پس تا وقتی این آدم ها هستن تو ادیان، دین یهودی از بین نمیره هیچ وقت، هست، هیچ کارش نمیشه که الان تو گروه یهودی آدم هایی داریم که وصلن به صوفیسم. اما میریم سراغ وحدت وجودی ها، گروه های عرفانی، دراویش، وحدت وجودی هایی که در جهان هستن. برای همین همیشه به شما گفتم هیچ وقت بهشون احترامی نکنید، هیچ وقت. چرا؟ برای اینکه اینها جلوتر از ادیانن. دین اسلام چسبیده به یک صوفیسمی 1400 سال پیش، میگه قال صادق، قال باقر، قال محمد، چسبیده به مسیح، قال مسیح، قال موسی، قال عیسی، قال نوح. اما این گروه های وحدت وجودی دو تا گزینه بیشتر نداره، یا اون پیرشون، اون آدمشون، یا اون کسی که اونجا هست و سر ایناست، مرشد ایناست، وصل به صوفیسم که هر کسی اون توی نجات پیدا میکنه، یا اینکه وصل نیست به صوفیسم، این آدمه الکیه. حتی اگر این آدمی که بالا سرشونه الکی باشه، این وحدت وجودی ها در وادی طلب محسوب میشن، یعنی دارن فکر میکنن که تو اینو نمیتونی بفهمی. چرا ما اینقدر راجع به فکر و خرد و اندیشه حرف میزنیم؟ باید اینو بفهمی، وقتی که شما میمیری اونجا روبرون وای میسته گاد، میگه آه حسینی، میگم بله، میگه دینت، میگم اسلام، میگه او بای 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 این 1600 سال تو صوفیسم قبل، اوکی ببرمیش تو صف اسلام، سیخا همه آماده، نمازشو ببینی، یه رکعت نخود بکنی، روزه نگر بکنی، گرفتی سی روزه دارم، آخه من یه صحبت نکنم، بکنم صحبت نکنم، بفهم بسلا شما کی هستی؟ من مسیحیم، برو تو صف، برو شما تو صف، سیخا آماده، برو توش مسیح، اگه نگم اینجا رو بزن، اون رو بزن، بله، اومدی از سر خیابون چرا به یارو همسایه فوش دادی؟ آخه اسلامی، اسلام به شما چرا؟ شما مسیحی، پس به قانون مسیحیت تربیتش میکنه، تنبیهش میکنه، بعد میرسه به من، میگم سلام خسته باشی، من عضو وحدت وجودی فلانی هم، میگه خب اون که وصل نیست به ما، میگم بله نمیدونم من اول یهودی بودم، بعد مسیحی رفتم خوندم، بعد همیشه دارم فکر میکردم، داشتم فکر میکنم که نفر بعدی کی اصلا چیه، من به کجا وصلم، به اینجا رسیدم، شما بعد مردم، خدا میگه ببرنش تو بهش. این فکر میکرده، خیلی ساده است، یادت فکر میکنه، این هنوز به فکرش داره ادامه میده، حالا وسطش مرده، این ادامه داره. پس احترام وحدت وجودی ها لازم به هر گروه عرفانی، وصلم نباشن تو وادی طلبه، مگر اینکه به توی سیستم اول وحدت وجودی ها رو میخواد بشناسی، خیلی ساده است، یارو میگه که آقا من به این اعتقاد دارم، اما روی سارت حق اپوزیسیون روی سارت قبول دارم، کافیه دیگه. الان روی سارت بعد از 700 سال پخش شده، داره قربال میکنه، پس احترام به وحدت وجودی ها چرا ما میگیم باید گذاشت؟ برای اینکه اینا یا تو وادی طلبن یا وصلن، و نباید بهشون بی احترامی کنیم. همشون زیبان، همشون در وادی طلب باشن، دارن فکر میکنن، گیر به گذشته نیستن.
از اون بالا کفتر میایه، یک دانه دختر میایه یا پسر میایه، مال دین زرتشت هنوزم در مسیحا هست، هنوزم در یهودی ها هست، همین قانون زرتشت، امام زمان مال زرتشت و خیلی چیزای دیگه مثل سنگسار که مال یهودی هست، اینا حالا کاری ندارن. به هر حال یکی از کارهایی که در عرفان و تصوف هست اینی که احترام به وحدت وجودی های جهان باید بذارید. هر گروه عرفانی در آینده هم در امپراتوری کوروش تمام کلاس های عرفانی مال هر جایی از هندو، چین، تبت، نمیدونم برو وسط مایه ها، هر کی وارد امپراتوری کوروش تاس کلاس عرفانی بزنه آزاد و امپراتوری کوروش نمیتونه جلوشونو بگیره. اندیشه فقط اندیشه رو اصلاح میکنه. حالا اگر یه کلاشی اومد یه کلاس عرفانی با کرد، ما جلوشو نمیگیریم. چرا؟ چون اعتقاد داریم اون کلاش فقط کسانی رو جذب میکنه که احمقا. خب الان احمقا میرن، ما خلاصه ما باید اینا رو غربار کنیم، یه خورده بده احمقا رو این ببره یه ذره. چرا همه احمقا رو میخوام بزنه یه شب وسط جاده؟ ما با خدا میخوام ما کامیون رد چی مثلا وقت نداریم ببره. و به قول صوفیان بزرگ این درگاه ریسار گو بیا و گو برو نتیگ نه پرابلم، نه حسودی داریم ما، نه بخیلیم و نه ناراحت میشه. این قربال روزگار باید اتفاق بیفته و همیشه آهنها جذب آهن ربا میشه. و اگر نطفه ای در کره زمین، همه نطفه های کره زمین آدماش چیزی دارن که بشه توش کاش به سمت گاد، اما استفاده نمی کنن دیگه. پس اگر نطفه ای در کره زمین وجود داشته باشه که قرار باشه زبالا باشه و بالا بره، بالا میبرنش، بالای میبرنش، دستشو میگیرن میبرن بالا، هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره. میفهم؟ هیچ. بدرود، مرسی که این برنامه رو گوش کردید.